بحث مختصری دارم با خلیل احمد نادم، کارشناس سیاسی از لندن. آقای نادم، شما را خوش آمدید میگم. شما شنیدید که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگن که گزارش های جهانی از جمله گزارش سازمان ملل تایید میکنه که تی تی پی در خاک افغانستان حضور داره، اما هیچ سند ارائه نمیکنه سخنگوی وزارت خارجه پاکستان و جزئیاتی هم مطرح نمیکنه. فکر میکنین چون این استدلال کار را به جای میکشونه تا اتهام های پاکستان را توجیه بکنه؟ سلام خدمت شما، خدمت همکاران تان و خدمت بیننده های عزیز تلویزیون تان. علیکم السلام. ببینین، اول از اینکه نام ملل متحده که میگیرین بر انسان شک پیدا میشه، به خاطر که وقتی که ملل متحد 5 عضو دائمی داره که حق ویتو داره، بنان هیچ جلسه ملل متحد نمیتونه که اجرایی باشه و حرفش هم حرف درست باشه. دوم از اینکه ملل متحد به خاطر که اکثر زیادتر بودجهش امریکا میده، زیر تاثیر مستقیم امریکا، چیزی که امریکا خواسته باشه نموره میگه. و سوم از این که خود پاکستان از جمله کشوری که به اصطلاح به امر امریکا و انگلیس میچله، بنان چیزی که پاکستان از امریکا بخواه، باز امریکا از طریق ملل متحد میتونه که او را به اصطلاح اعلان بکنه که گویا در افغانستان تی تی پی وجود داره و الفای دیگه. از یک طرف افغانستان چنان مشکلات داره، خصوصا امارات فلند قدرت دست طالب هاست که اولا که هیچ کشور افغانستان به رسمیت نمیشناسه، افغانستان نمیشناسه، همین رژیم به رسمیت نمیشناسه و ارتباطات بین‌المللی محدود است. و دیگه که افغانستان مشکلات داخلی خود داره، فقر ببینین، مشکلات سیاسی ببینین، ارتباطات دیپلماتیک نیست. آقای نادم، پیش از این پاکستان حملات را بر مناطق از شرق افغانستان انجام داده و شما در جریان هستین که وزارت دفاع افغانستان به تازگی گفته که شرایط که مساعد شوه از روس سیستم دفاع هوایی را خریداری میکنن. فکر میکنین این یک خبر بده با پاکستان باشه؟ و ببینین، پاکستان 45 سال است در امور داخلی افغانستان مداخله میکنه. 45 سال است که تروریست تربیه میکنه، 45 سال است که تمام تروریست های دنیا را در خاک خور آورده به ویزه و پاسپورت، بعد از او گسیل ساخته به خاک افغانستان تا که اینا مداخله کنن و افغانستان به اصطلاح بنیاد اقتصادی افغانستان از بین ببرن. و 45 سال است که ما کشته میدیم. این حرفای پاکستان بی بنیاد است. پاکستان عادت کرده که اتهامات بزنه، پاکستان عادت داره که همیشه در امور داخلی افغانستان مداخله کنه. و نمان هم که میبینین شما که پهبادا در داخل خاک افغانستان میان، در فضای افغانستان گشتزنی میکنن، خو اینا بدون شک مشکلات را ایجاد میکنه و افغانستان ضرورت به نیروهای دفاعی داره. شما در طول این چند سال میبینین که تمام نیروهای هوایی و افغانستان و دافعه های افغانستان، ما راکت های رهبری شده داشتیم، ماسکات داشتیم، ما اوراگان داشتیم، ما همه چیز داشتیم، ولی متاسفانه که امروز هیچ چیزی رو برای ما نموندن. اما فعلا امارت اسلامی فعلا شرایط ای را داره که این سیستم را خریداری بکنه؟ خب شاید که روسیه حاضر شه که به قرض برای افغانستان بده، برای اینکه شما ببینید که رقابت جهانی بین روسیه و امریکا وجود داره و امروز که پای امریکا از داخل افغانستان کشیده شده، بنان یک گام خوب است به نفع روسیه و چین است که به اصطلاح امریکا از سرحدات جنوبی روسیه هم دور شده و از چین هم دور شده و اینا میتونن که دافع هوای به افغانستان بتن، سیستم های دافع هوای مدرن و همچنان تیارات شکری رو برای ما بدن که بتانیم از افغانستان دفاع کنن. این خود به نفع روسیه است، دیگه که روسیه همیشه با افغانستان مناسبات اقتصادی تاریخی داره و اولین کشوری که کشور شوراها را به رسمیت شناخت او افغانستان بود و اولین کشوری که استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت او تبعیض که روسیه است و شوروی سابق است و روسیه امروزی. بنان دور از امکان نیست که طالبا ادوا درخواست کرده باشند و اونا هم لبیک گفتن به خواست طالبا، برای که ضرورت است که بتانند امارات از خاک افغانستان دفاع کنه و مقابل سپاس از حضورتان آقای نادم. خلیل احمد نادم، کارشناس سیاسی از لندن بود.